در آستانه سفر هفته آینده رئیس جمهور غنی به پاکستان، بسیاری از چهره‌های برجسته سیاسی مخالف حکومت برای رای زنی درباره آینده کشور به پاکستان دعوت شدند. وزیر خارجه پاکستان در آغاز نشستی درباره صلح افغانستان در مری میگوید که اسلام آباد به گونه کامل از افغانستان صلح آمیز و دموکراتیک پشتیبانی خواهد کرد. اجازه بدهید به گونه کامل واضح بسازم که هیچ کسی در پاکستان کدام نظریه به اصطلاح عمق استراتژیک را در افغانستان تصدیق نمی کند. ما نباید به هیچ کسی اجازه بدهیم تا با این موضوع اهداف تبلیغاتیش را توسعه بخشد یا سوء تفاهم را میان ما و برادران افغانمان جستجو نماید. ما می خواهیم که افغانستان از سوی رهبری منتخب و نماینده اراده همه مردم این کشور رهبری شود. پاکستان دارنګ کوشش کوي د ډاکټر صاحب خلیزاد د پروسی په اوږدو کې د پاکستاني ګټو د خوندیتابه لپاره په چارچوبونو او چوکاټونو باندې خبرو کی افغان عامه ذهنیت د ځان په ګټه راوسرخي. شماری از شرکت کنندگان این نشست می گویند که مقام های پاکستانی برای کمک به آغاز گفتگوها میان افغانان تعهد کردند. د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت او سولې په رابطه باندې د تفاهم په فضا کې د دواړو هیوادونو د دولتونو په چوکاټ کې د اړیکو پر پراختیا باندې ټینګار وکړ او د دې تر څنګ د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د نظام په چوکاټ کې او د ټولو انساني حقوقو په رعایت باندې ټینګار وکړ. این نخستین باری است که چنین نشستی به میزبانی پاکستان برای صلح افغانستان برگزار می شود. در قبال این نشست ها فقط ایست که به چشم مردم جهان خاک بزنه پاکستان و خود نشان بده که ما هم به خاطر آوردن صلح کار میکنیم. در واقع پاکستان به خاطر آوردن صلح در افغانستان به هیچ وجه هیچ نوع صداقت نداره. در حدود 30 تن از چهره های سیاسی افغانستان به این نشست دعوت شدند، اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با استقبال از این نشست گفته است که به علت نبود وقت نتوانسته است در این نشست شرکت کند.